به نام خدا، علی خالقی نیا هستم، مدرس نرم افزار توی ماشین 2018. در این جلسه ما ابتدا یک معرفی کلی از نرم افزار توی ماشین خواهیم داشت و سپس این نرم افزار رو با هم نصب و راه اندازی میکنیم. خب اول از همه باید بدونیم که نرم افزار توی ماشین چه قابلیت هایی داره و اصلا ما چرا باید این نرم افزار رو یاد بگیریم. به طور کلی برای ساختن یک مدل سه‌بعدی یک سری نرم افزارها هستن که کار مدل سازی رو برای ما انجام میدن، یعنی فقط برای ما حجم هایی که داریم رو میسازن، و یک سری نرم افزارها هم هستن که برای ما کار رندرگیری رو انجام میدن، یعنی اون حجمی که تو قسمت مدل سازی ما تهیه کردیم رو حالا اینجا بهش متریال میدیم، نور پردازی میکنیم، کاراکتر آدم، آبجکت ماشین و گیاه بهش میدیم تا مدلمون به دنیای واقعی شبیه تر بشه و در نهایت خروجی های عکس از اون ویو هایی که میخوایم که اصطلاحا به این خروجی ها رندر میگن میگیریم، یا حتی خروجی های دیگه مثل انیمیشن یا همون فیلم یا عکس و فیلم های 360 درجه و خلاصه خروجی های مختلفی که با توجه به نرم افزاری که باهاش کار میکنیم میشه گرفت رو میتونیم تهیه کنیم. همونطور که توی این دو تصویر میبینید، در اینجا مدل سازی رو توی محیط اسکچ و تیلی مکس نشون داده و ما توی این دوتا عکس به اصطلاح فقط حجم خام رو ساختیم، یعنی نه به دیواره ها متریال دادیم، نه آبجکت های مختلف مثل گیاه، آدم و امثال اون رو توی محیط قرار دادیم، نه نور پردازی رو تنظیم کردیم و به طور کلی فقط ما حجممون رو ساختیم. توی این دوتا تصویر هم حجم هایی که ساخته بودیم رو میاریم توی یه محیط دیگه یا توی یک نرم افزار دیگه داریش کار میکنیم و در نهایت این خروجی های عکس یا همون رندر هایی هستش که ما به دست میاریم. یعنی ما در نهایت توی قضیه رندر گیری باید بتونیم که به یک سری خروجی های با کیفیت بالا و شبیه به دنیای واقعی مثل این دوتا عکس برسیم. نرم افزار توین موشن به خصوص در نسخه 2018 بهبودهای زیادی در زمینه گرافیکی و کیفیت رندرها پیدا کرده، به شکلی که رندرهای بسیار با کیفیت و بسیار شبیه به دنیای واقعی برای ما تهیه میکنه. لازم به ذکر هستش که همه این رندرها رو با سرعت بالا و کمترین زمان ممکن میتونه تهیه کنه. به طور مثال شما باید برای هر رندر زمانی حدود 30 ثانیه یا 1 دقیقه وقت بذارید، در صورتی که در نرم افزارهای دیگه مثل V-Ray و کرونا شما باید تازه اگر یک سیستم قوی داشته باشید زمانی حدود 4 الی 5 ساعت برای هر رندر صرف کنید، که خب این یه قابلیت خیلی خوب هستش که نرم افزار توی ماشین برای شما فراهم میکنه. ویژگی دیگه علاوه بر کیفیت و سرعت بالای این نرم افزار، امکان گرفتن انیمیشن های معماری و شهرسازی هستش که هم خیلی میتونه توی پرزانته کار شما رو کمک کنه و همین که باز این قابلیت رو هم شما توی نرم افزار دیگه مثل ویری و کرونا به علت محدودیت هایی که دارن ندارین و عملا قابل تهیه نیستن. یعنی شما برای تهیه یه انیمیشن 2 دقیقه‌ای با این دو نرم افزار با یک سیستم خیلی قوی شاید باید روزها سیستمتون رو روشن نگه دارین تا واسهتون خروجی بگیره، در صورتی که همون انیمیشن رو با توین موشن توی زمان حدود 1 ساعت با یک سیستم معمولی میتونین تهیه کنین. حتی نرم افزار مثل لومیون هم که شباهت زیادی به نرم افزار توین موشن داره هم با زمان بسیار بالاتری و نسبت به نرم افزار توین موشن برای خروجی گرفتن و گرفتن رندرها لازم داره و حتی سیستم خیلی بالاتری و نسبت به نرم افزار توین موشن لازم داره. علت این امر که نرم افزار توین موشن نسبت به نرم افزار ویری و کرونا اینقدر تفاوت زمانی داره، علت اصلیش این هستش که نرم افزارهای ویری و کرونا سی پی یو بیس هستن، یعنی بیشترین توان رو از CPU میگیرن هنگام رندر گرفتنشون، ولی نرم افزار توین موشن گرافیک بیس هستش، یعنی بیشترین توان رو از کارت گرافیک شما موقع رندر گرفتن میگیره و در نتیجه از اونجایی که کارت گرافیک توی مباحث گرافیکی و گرفتن رندرها و یا حتی بازی کامپیوتری خیلی قوی تر میتونه عمل کنه نسبت به CPU، در نتیجه شما قدرت بیشتری رو دارین و میتونید سریعتر رندرهاتون رو تهیه کنید. همونطوری که گفتم نکته خیلی مهم این هستش که نه این نرم افزار اصلا احتیاج به یک سیستم قوی نداره و شما میتونید با یک سیستم کاملا متوسط باهاش کار کنید، در صورتی که همه نرم افزارهای دیگه هم از ویری، کرونا و حتی لومیون هم به یک سیستم نسبتا خوب احتیاج دارن تا بتونن خروجی های مناسب رو تهیه کنن.
از ویژگی های دیگه نرم افزار هم میشه محیط کاربری ساده و شهودی و همچنین امکان گرفتن خروجی های واقعیت مجازی رو گفت. اگر توی کارتون احتیاج به گرفتن خروجی های واقعیت مجازی یا خروجی های VR دارید، این نرم افزار یکی از بهترین گزینه ها واسه شماست. چون که حتی نرم افزار لومیو، نرم افزار ویری یا نرم افزار کرونا هم امکان گرفتن این خروجی ها رو به شما نمیدن. و فقط نرم افزار توین موشن هستش که میتونه برای شما همچین خروجی هایی رو تهیه کنه. اگرچه نرم افزارهای بازی سازی هم میتونن برای شما این خروجی ها رو تهیه کنن، اما اون نرم افزارها خیلی پیچیدگی های خاص خودشون رو دارن و اگر فقط در زمینه معماری، شهرسازی، معماری داخلی و امثال اون کار میکنید، اصلا لازم نیست که برای گرفتن این خروجی ها وارد اون نرم افزار رو بشین و میتونید از توین موشن استفاده کنید. به طور کلی نرم افزار توین موشن قابلیت ها و ویژگی های مثبت زیادی داره که باعث برتری اون نسبت به نرم افزارهای مشابه میشه. اگر در زمینه مدل سازی فعالیت میکنید و یا اگر دانشجوی رشته های معماری، معماری داخلی و شهرسازی هستید، من بهتون پیشنهاد میکنم که این نرم افزار رو یاد بگیرید، چون توی کارتون حسابی میتونه کمکتون کنه. حالا بریم تا نرم افزار رو نصب کنیم. توجه داشته باشید که این نسخه از نرم افزار توین موشن آخرین نسخه از نرم افزار تا زمان تهیه آموزش هستش. ممکنه بار اول نرم افزار یک مقدار بالا اومدنش طول بکشه، اما از دفعات بعدی عادی میشه. خب الان نرم افزار برای ما باز شده، اسکیپ رو میزنیم، صحنه دیفالت نرم افزار برای ما باز شده و به طور کامل شما بدون هیچ محدودیتی میتونید از نرم افزار استفاده کنید. در جلسه بعدی با رابط های کاربری و پنجره های مختلف نرم افزار آشنا میشید. توی این جلسه قرار هستش که با هم دیگه نحوه ایمپورت کردن یک حجم سه‌بعدی و تنظیمات کلی و پنجره های مختلف نرم افزار رو یاد بگیریم. برای این کار ابتدا روی آیکون ایمپورت کلیک میکنیم. توی صفحه‌ای که واسمون باز میشه روی اوپن کلیک میکنیم. توی اینجا باید آدرس فایلی که میخوایم ایمپورت کنیم رو به نرم افزار بدیم. توی پوشه‌ای که همراه با این آموزش در اختیار شما قرار میگیره، توی فولدر مدل خام یک حجمی هستش که از فایل اسکچاپ خروجی گرفته شده و میتونیم اون رو ایمپورت کنیم. توجه داشته باشید که توی این قسمت فرمت هایی که میتونن توی نرم افزار توی ماشین ایمپورت بشن رو برای ما گذاشته. فرمت هایی مثل فایل اسکچاپ و یا فایل تیلدی مکس به طور مستقیم میتونن در اون توی ماشین ایمپورت بشن. اما بعضی فرمت ها از بعضی نرم افزارها احتیاج هستش که خروجی های مختلفی مثل OBJ یا کلادا گرفته بشه و اون خروجی ها در اون نرم افزار توین موشن ایمپورت بشه. ما اوپن رو میزنیم. خب حالا اینجا برای ما گزینه آپشن هستش که یک سری تنظیمات اضافی برای ایمپورت رو اینجا گذاشته. حالت دیفالت همه اینا مناسب هستش و احتیاج به تغییر خاصی نداره. اما اگر بعد از ایمپورت متوجه شدید که مقیاس کارتون متفاوت هستش و یا احتیاج داره که مقیاس کارتون بیشتر یا کمتر باشه، میتونید از همین قسمت واحدهای فایلی که ایمپورت کردین رو عوض کنید و مقیاسش رو هم به همین ترتیب عوض کنید. برای این کار تیک اوتو رو برمی‌داریم و اینجا میتونیم واحد رو ضرب در 10 یا 100 بکنیم تا واحدمون برامون تغییر بکنه. من همون حالت دیفالت رو میذارم بمونه. اوکی رو میزنم. حجم ما برای ما الان داره ایمپورت میشه. خب الان حجممون برای ما ایمپورت شده. قبل از هر چیزی من اول نحوه حرکت یا نویگیت کردن توی محیط رو واسهتون میگم. شما با کلیدهای کیبورد W به جلو، S به عقب، A به چپ و D به راست حرکت میکنید. همچنین کلید E به پایین و Q هم به بالا میره. و با نگه داشتن کلیک راست موس هم میتونید ویوپورت رو بچرخونید و مثل این میمونه که یک فرد اول شخص توی یک محیط بازی داره حرکت میکنه و سرش رو میچرخونه. همچنین با نگه داشتن اسکرول موس هم میتونین توی صحنه پن رو انجام بدید. من ابتدا ویو رو میچرخونم تا ببینم حجم رو برای ما کجا ایمپورت کرده. اگر احیانا شما حجمی رو ایمپورت کردین و متوجه نشدین که اون حجم کجا هستش، در یک محدوده حجم ایمپورت شد که جاش مشخص نبود، میتونین از این قسمت این فلش رو بزنین
یکی از این احجامی که ایمپورت شده رو روش کلیک کنید و دکمه F رو بزنید. زوم میشه روی اون جایی که اون حجم واسه ما ایمپورت شده. حالا من جلوتر بیشتر توضیح میدم که این پنل مربوط به چی هستش. خب الان حجم ما برای ما ایمپورت شده. حالا بعد از اینکه حجم سبودیمون رو ایمپورت کردیم و حرکت کردن توی صحنه رو هم فهمیدیم، حالا یک معرفی کلی از منوهای نرم افزار رو براتون میگم. مهمترین منوهای نرم افزار که دوتاشون سمت چپ و سمت راست هستن که حالت عادی غیر فعالن و برای دیدنشون کافی فلشی که گوشه تصویر هست رو بزنید. منوی سمت چپ که منوی لایبرری شما هستش، محتویات مختلفی مثل متریال های آماده، آبجکت های آماده و امثال اون رو تو خودش جای داده. و منوی سمت راست هم که برای شما لیست لایه هاتون رو داره. یعنی هر چیزی که توی نرم افزار ایمپورت کنین رو اینجا میاره و درون یک لایه قرار میده. و شما با کلیک کردن روش میتونین اون رو سلکت کنین. همچنین در این قسمت با نگه داشتن این چشمه که خاموش بشه و یه روشن بشه میتونید اون رو در صحنه نشون بدین و یا نشون ندین. به طور کلی استفاده خیلی زیادی ازش نمیشه، اما خب لازم هستش که در همین حد بدونید شما اینجا لیست لایه هاتون رو دارید. چیز دیگه ای که هستش اینه که لایه هایی که با هم توی یک گروه قرار گرفتن که به اصطلاح در اینجا بهش کانتینر میگن، با همدیگه هم رنگن. یعنی این دولایی که با هم رنگ سمس دارن. توی این قسمت اگر روی این سه تا نقطه کلیک کنیم، برای ما یک سری امکانات بیشتر رو هم میاره که نیو کانتینر یا همون اضافه کردن یک گروه یا کپی رینیم کردن که عوض کردن اسم اون آبجکت هستش یا دیلیت هم توی اینجا قرار داره که ما خیلی با این گزینه ها کاری نداریم و خیلی لازممون نمیشن. به طور کلی بیشتر چیزایی که لازممون میشن اینه که ما از اینجا فقط لیست لایه هامون رو ببینیم تا اگر لازم باشه روی لایه با زدن دکمه F زوم کنیم اون لایه رو خاموش یا روشن کنیم و امثال این. اما منوی سمت چپ که استفاده بیشتری ازش داریم مربوط میشه به متریال هام. اگر روش کلیک کنیم اینجا میبینید که انواع متریال هایی که توی دنیای واقعی هستش مثل آجر، سنگ، سیمان، فلز، چوب، شیشه و انواع متریال های ممکن رو برای ما اینجا گذاشته و میتونیم اونها رو به صحنمون اضافه کنیم که در جلسه بعدی هم این کار رو قرار هستش انجام بدیم. قسمت های دیگه پنل لایبرری مربوط میشه به آبجکت های گیاه، نورپردازی، فرنیچر یا همون مبلمان که مبلمان درون خونه و همچنین مبلمان شهری رو هم شامل میشه و کاراکتر آدم، ماشین، یک سری احجام ساده هم در این قسمت برای ما داره که جلوتر از همه اینا استفاده میکنیم. توی این قسمت نکته که هستش اینه که شما موقع کار ممکنه با رفتن به پنل های دیگه پنل لایبرری براتون خاموش بشه یا میشه گفت پنل لایبرری میره. ما برای اینکه این پنل ثابت بمونه همیشه میتونیم این قفل رو روش کلیک کنیم. حالا اگر من روی هر کدوم از این گزینه ها کلیک کنم باز این پنل ثابت بمونه. فعلا من میذارم همون حالت پیش‌فرضش بمونه. منوهای پایین هم که اولین منو مربوط میشه به ایمپورت کردن. ما هر آبجکت و یا هر صحنه‌ای که درون توین موشن ایمپورت کنیم رو اینجا اضافه میکنه. الان فقط یک فایل رو ما ایمپورت کردیم که اینجا آوردتش. اگر به طور مثال ما توی اسکچاپ روی فایلمون تغییراتی انجام دادیم و اینجا خواستیم اون تغییرات اعمال بشه، دیگه لازم نیستش که شما دوباره اون فایل رو ایمپورت کنید و فقط میتونید این فلش بالا رو بزنید تا فایل براتون ریفرش بشه و تغییراتی که شما انجام دادین رو اینجا هم نمایش بده. گزینه دیگه‌مون که پنل مربوط به تنظیمات شهری هستش که ما برای خروجی نهاییمون لازم داریم، مثل تصویر بک‌گراند که در اینجا هست و اضافه کردن ساختمان‌های اطراف، کاراکتر آدم، ماشین، دوچرخه و امثال اون. پنل بعدی هم مربوط به تنظیمات محیط طبیعی اون هستش، مثل آب و هوا، پوشش گیاهی و حتی جهت تابش نور خورشید و امثال اون.
دو تا پنل بعدی مربوط میشه به گرفتن خروجی های فیلم، عکس یا همون رندرها، پانوراما و خروجی بیم موشن که جلوتر واسهتون توضیح میدم. و در اینجا اون خروجی هایی که مشخص کردیم رو میتونیم انتخاب کنیم و ازشون اکسپورت بگیریم. نکته دیگه ای که هستش، اگر من در این قسمت تو این سه تا خط کلیک کنم، برام یک منوی دیگه هم اضافه میشه. تو این منو من چیزایی که مهم هستن رو به ترتیب برای شما توضیح میدم. نیو سین که یعنی یک صحنه جدید رو برای ما اضافه میکنه، انگار که نرم افزار رو از اول بالا بیاریم. اوپن هم که میتونیم یک پروژه رو انتخاب کنیم و اون رو اوپن کنیم. سیو و سیو از هم که پروژه‌مون رو سیو میکنن. ایمپورت هم که همین کاری بود که الان انجام دادیم. مرج گزینه هستش که نسبتا مهمه. اگر ما همین پروژه رو سیو کنیم و یک پروژه دیگر رو باز کنیم و اون پروژه جدیدمون رو توش کارهای انجام بدیم و بخوایم همین پروژه‌ای که سیو شده به اون پروژه جدیدمون اضافه بشه، بعد از مرج استفاده کنیم. توجه داشته باشید که مرج برای اضافه کردن یک فایل اسکچاپ به درون صحنه یا یک فایل تیلدی مکس و همسالون به درون صحنه نیست. مرج برای اضافه کردن یک فایل توین موشن به درون صحنه توین موشن هستش. دمو سین هم که جلوتر براتون توضیح میدم چیکار میتونه واسمون انجام بده. گزینه دیگه که مهم هستش گزینه پریفرنس هستش. اگر روی این گزینه کلیک کنیم یک سری تنظیمات خود نرم افزار برای ما باز میشه. یونیت سیستم که واحد اندازه‌گیری سیستم رو برای ما میگه که دو واحد متر و اینچ رو داره که ما همون حالت متر میذاریم باشه. تایم فرمت که میگه شبانه روز توی محیط نرم افزار برای ما به چه صورت باشه، 24 ساعته یا 12 ساعته که فرقی نداره، با توجه به میل خودتون میتونین اینو تغییر بدین، ما همون حالت دیفالت میذاریم باشه. کاستوم پف به ما میگه که یک مسیری رو برای اد کردن یا ایمپورت کردن، یک مسیر رو به صورت پیش‌فرض براش معرفی کنیم که به طور کلی استفاده خیلی زیادی نداره و ما بهش دست نمیزنیم. انگل اسنپ یکی از تنظیماتی هستش که ممکنه به کار ما بیاد. میگه که در صورت چرخوندن یک آبجکت، هر چند درجه اون آبجکت واسه ما اسنپ بشه. یعنی به عبارتی اون آبجکتی که ما میچرخونیم با دقت یک درجه جابجا بشه. که اینجا معمولا حالت پیشفرض ممکنه 5 درجه باشه، ما میذاریمش روی حالت 1 درجه، یعنی پایین ترین حالتی که داره بمونه. بعدی هم سیف هست. شما میتونید اینجا برای نرم افزار تعریف کنید که هر چند دقیقه یک بار اگر این تیک رو بزنید در یک مسیری که باز مشخص میکنید خودتون، نرم افزار به طور خودکار فایل شما رو سیف کنه توی این محل تا اگر یک موقع فایلتون کرش کرد و یک دفعه برای شما فایل پاک شد، بتونید سیو رو داشته باشید و خیلی چیز زیادی رو از دست ندید. قسمت بعدی کوالیتی هستش که خیلی مهم هست. توی اینجا ما تنظیمات ویوپورت، یعنی در واقع تنظیمات صفحه نمایشمون رو نشون میدیم. اگر سیستم خیلی ضعیفی استفاده میکنید، تنظیمات رو روی حالت لو بذارید. اگر سیستم خیلی خوبی استفاده میکنید، روی حالت اولترا. این تنظیمات فقط مربوط به ویوپورت ما هستش، یعنی هرچی این تنظیمات بالاتر باشه ویوپورت ما، یعنی این صحنمون، کیفیت بالاتری رو داره. من روی حالت لو میذارم شما مشاهده کنید. اگر دقت کنید الان پایین‌ترین کیفیت ممکن رو آورده برای ما، دیگه حتی سایه هم برای ما نذاشته توی محیطمون. این کار باعث میشه که شما با یک سیستم خیلی ضعیف بتونید خیلی روان‌تر کار کنید. اگر دقت کنید الان نسبت به حالت قبل روان‌تر دارم کار میکنم و برام هنگ نمیکنه. اما اگر همونجا من کوالیتی رو روی اولترا بذارم و اوکی کنم، میبینید که برای ما کیفیت و مقدار بالاتر میاره تا حد امکان، اما سیستم من اونقدر روان نیست توی محیط و احتیاج به یک سیستم قوی‌تر برای کار کردن روی این حالت دارم. پس من همون حالت میدیوم رو میذارم که مناسب سیستم من هستش. بعد روی این قسمت هم اپریانس که زبان برنامه رو میتونید انتخاب کنید. کالر اینترفیس که رنگ رابطه کاربری برنامه هستش من میذارم لایت تا ببینید چه حالتی میشه. اوکی رو میزنم. الان کیفیت رو گذاشتم رو حالت میدیوم و رنگ محیط کاربری نرم افزار رو هم گذاشتم روی لایت. و
حالا این با توجه به سلیقه خودتون میتونید تغییرش بدین، خیلی تفاوتی نداره. من دوباره رو همون حالت دارک میذارم باشه. گزینه‌های بعدی خیلی اهمیت چندانی ندارن و شما میتونید حالت پیشوز بذارین، به طور کلی خیلی استفاده نمیشن. اوکی اینو میزنیم. خب ما الان میخوایم فعلا پروژمون رو سیو کنیم. برای این کار میتونیم دکمه کنترل اس رو با هم بزنیم و یا اینکه از این قسمت گزینه سیو، همچنین از این قسمت هم میشه گزینه سیو رو بزنیم. ما الان یک مسیری رو برای سیو کردن فایلمون از همون میپرسه. من به همون پوشه‌ای که با این آموزش در اختیار شما قرار میگیره میرم و چون از قبل سیو کرده بودم دوباره روش کلیک میکنم و سیو رو میزنم تا روی همون فایل برامون ریپلیس بشه. خب حالا که سیو شد برای ما، میریم تا دمو سینس رو ببینیم. چیزی که هستش روش کلیک میکنیم تا برای ما لود بشه. در واقع یک صحنه آماده‌ای هست که تمام متریال های موجود در نرم‌افزار توین موشن، حالا نگم تمام ولی اکثر نرم‌افزارهایی که توین موشن آماده هستش و یک سری آبجکت هایی که توش آماده هستش رو برای ما توی این صحنه گذاشته. به طور کلی یه جورایی میشه گفت قابلیت های نرم افزار رو که تا چه حد چه آبجکت های آماده ای داره و چه متریال های آماده ای داره برای ما توی این صحنه گذاشته و ما میتونیم توش بریم و ببینیم که به چه شکل هستش. خب الان برای ما لود شده. ما ویوپورت رو میچرخونیم. الان میبینید که برای ما این صحنه آماده لود شده و ما اینجا میتونیم ببینیمش. حالا واردش میشیم. میبینید که نور پردازی ها، انواع متریال ها، یک سری از آبجکت های آماده مثل ماشین و کاراکتر آدم و گلوگیا، این طرف صندلی، دوچرخه و یک سری آبجکت های آماده رو اینجا خودش قرار داده. حتی میبینید که حالت انیمیشن در ویوپورت ما هم هستش، همزمان میتونیم انیمیشن رو ببینیم و اینجا هم کاراکتر آدم حرکت میکنه، تکون میخوره. جلوتر بهتون یاد میدم که میتونیم تعیین کنیم این کاراکتر صحبت کنه، با گوشیش صحبت کنه یا در کل فعالیتی که انجام میده رو هم کنترل کنیم. من اگر اینجا کیفیت رو بالاتر یا پایینتر ببرم کامل مشخص میشه که چقدر تأثیر داره و ویوپورتمون چقدر بهتر و یا ممکنه چقدر با سرعت بالاتر اما با کیفیت پایینتر برامون کار کنه. نکته که هستش اون تنظیماتی که من توی پرفرنس در پنل کوالیتی گفتم که میتونید رو حالت اولترا یا لو بذارید، هیچ تأثیری در خروجی نهایی ما نداره. یعنی خروجی نهایی ما به هر صورت با آخرین کیفیت ممکنی که نرم‌افزار میتونه تهیه کنه تهیه میشه. اینجا فقط واسه لحظه ای هستش که شما دارین کار میکنین تا بتونین با توجه به کیفیتی که خودتون مد نظرتون هست هم راحت‌تر کار کنین هم کیفیت مورد نظرتون رو توی صحنه ببینین. ولی به هر صورت در نهایت خروجی نهاییمون با یه کیفیت بالا خواهد بود. من الان روی حالت اولترا میذارم، کلیک میکنم. الان یک مقدار صحنه برای من کندتر میشه اما کیفیتی که الان دارم تا حدی نزدیک به کیفیت نهایی هستش که میخوام خروجی ببینم. خب مباحث این فصل تقریبا به پایان رسید. توی فصل بعد بیشتر با منوی لایبرری کار میکنیم و به حجم اون متریال ها و آبجکت های آماده خود نرم افزار رو میدیم و همچنین بهتون یاد میدم که چطوری بتونید توی این نرم افزار متریال هایی که مورد نظرتون هست رو بسازید. توی این فصل میخوام که به حجمی که توی توین موشن در جلسات قبلی وارد کردیم متریال آماده بدیم. برای این کار پروژه‌ای که در جلسه قبلی سیو کردیم رو باز میکنیم. توی فصل 2 صبر میکنیم تا پروژه باز بشه. خب الان که برامون پروژه باز شده، ما برای اضافه کردن متریال روی این فلش کلیک میکنیم. توی قسمت متریال ها میتونیم انواع متریال هایی که میخوایم رو به پروژمون اطلاق کنیم. منتها چیزی که اینجا خیلی مهم هستش اینه که نرم افزار توین موشن و بسیاری از نرم افزارهای دیگه مثل نرم افزار توین موشن همشون برای متریال دادن به یک شکلی کار میکنن که به طور مثال من میخوام متریال فلز رو بدم به یک قسمتی،
اون متریال رو به همه قسمت هایی که هم رنگ اونجا باشن میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه به فرض این قسمت قرمز رنگ هستش، این قسمت هم همرنگ همینجا قرمز رنگه، یا مثلا این میله ها همگی همرنگ همه، یا این پله ها که همگی همرنگ همه، همه اینجاها متریال یک جور میگیرن. یعنی اگر من بیام متریال بتون رو بدم به اینجا، یعنی که هم این قسمت هم اینجا که با هم همرنگ بودن یک متریال رو گرفتن. اگر بیام یک متریال دیگه، یک بتون دیگر رو بدم به پله ها، همه پله ها با هم یک متریال مشخص رو گرفتن. این هم خب علتش این هستش که به طور کلی شما توی نرم افزارهایی که دارین باهاشون مدل سازی میکنین، باید اون موقع پالت رنگی رو یا متریالایی که توی همون نرم افزار میدین، مثلا متریال توی اسکچاپ که میدین، باید سعی کنین اون جایی که میخواین یک نوع متریال رو بگیرن، اون جاها رو یک متریال بدین یا یک نوع رنگ بدین. اینجوری توی نرم افزار توی موشن اونها رو یه جور میشناسه، یک دست میشناسه و به همشون یک نوع متریال میده. اگر بخواین هم میتونید به هر جایی یک متریال متفاوت بدین، که اینجوری ممکنه کارتون سخت‌تر باشه، باید دیگه به هر پله دونه دونه متریال بدید به جای اینکه به همه پله ها با هم بتونید متریال بدید. خب من برای اینکه حالا در نهایت بتونیم یه ظاهر مناسبی از کارمون در بیاریم، این پله ها رو هم دوباره همون بتون رو میدم، این قسمت رو میخوام چوب بذارم، میام تو لیست چوب ها یه نوع چوب رو انتخاب میکنم. حالا این چوب شاید خیلی به فاز بیرونی نیاد، یه چوب کم رنگ‌تر میتونم انتخاب کنم. اینجا متریال نداره اگر اشتباه نکنم، امتحان کنیم. خب اینجا هم دوباره بتون میدم. پس برای متریال دادن فقط کافیه متریال رو بکشین بیارین بندازین روی اون قسمتی که میخواین. دوباره اینجا هم همین متریال رو میخوام بدم. حالا به طور مثال من یک متریالی دادم و میخوام توی این قسمت این رو تکرار کنم. به جای اینکه برم دوباره همین رو بگردم پیداش کنم، میتونم این قطره چکان رو بردارم، روی این کلیک کنم، متریال واسه ما میاد، از اینجا بکشم بیارنش بندازم این رو، به همین سادگی میمونه این قسمت زیرین پله ها که اینجا هم دوباره من متریال فلزی این دفعه میدم واسه این قسمت. سعی میکنم متریال های ساده که یعنی اولین متریال هایی که هستش رو بدم. اینجوری سرعت کارتون رو میتونیم بیارین بالا و در نهایت وقتی که دارین خروجی میگیریم با کیفیت بالا، اون موقع اگر ایرادی داشت کار میتونیم متوجه بشین و عوضش کنیم. پس یعنی خیلی فعلا مشکلی نداره. این قسمت هم به نظرم همون بتون باشه بهتره. امتحان میکنیم ببینیم چجور میشه. این شکل. اگر دقت کنین الان حجممون روی زمین نیستش. برای اینکه کلش رو بیاریم روی زمین، میتونیم توی اینجا لیست لایه هامون، این لیست کل حجممونه، این پوشه یه که همه لایه های حجممون داخلشه. اگر روش کلیک کنیم، این آیکون که واسه جابجا کردن احجام هستش اینجا میاد، یکم میتونیم بیاریمش پایین تر تا روی زمین قرار بگیره، یعنی که دقیق تر بتونیم تشخیص بدیم. میریم اینجا الان مناسب هستش. خب من ببینم اینجا حالا متریال دادم. بله میمونه این تیکه ها که به نظرم میتونه یا فلز باشه یا چوب. من اول یه متریال فلزی میدم چون حالت تیرچه هستن. این قسمت ها رو من متریال چوب میدم، مثلا از این نوع چوب یا یک نوع دیگه به این شکل. شما همه قسمت هایی که ساختین رو میتونید به همین سرعت متریال بدید و زمان زیادی هم از ما نبرد، خیلی زمان کمی برد. اگر دقت کنید اینجا هم انگار که متریال نداره. ریزکاری ها رو اگر توجه کنید در نهایت کارتون خیلی بهتر خواهد شد. اینجا میکشیم و میانیم میندازیم این رو. الان من به همه قسمت های کارم متریال دادم. متریال شیشه رو اضافه میکنیم. میارم میندازم این رو. این هیچ تغییری نمیکنه.
این علتش چیه؟ در مورد متریال شیشه بیشتر ممکنه پیش بیاد، اما اگر احیانا همچین اتفاقی افتاد که شما متریال دادیم ولی باز هیچ تغییر نکرد، این به خاطر حالا اون ایرادیه که فایلی که ایمپورت کردین داشته. شما بیاین توی یک همچین حالتی که بین اون شیشه قرار بگیرین دوباره متریال رو اضافه کنید، یونیت که به این شکل میشه. این اشکال هیچ وقت پیش نمیاد معمولا، حالا بستگی به اون حجمی که ایمپورت میکنین. اگر این اتفاق افتاد شما میتونید به این شکل برطرفش کنید. در کل از اونجایی که قرار هستش ما این صحنه رو به یه صحنه دنیای واقعی، محیطی که اطرافش فضای سبز باشه و اینجا چمن وجود داشته باشه و یه فضای کاملا طبیعی رو به وجود بیاریم، ما بهتره که کامل به همه قسمت ها متریال بدیم، بیایم ذره ذره کارمون رو کامل تر کنیم. متریال سقف رو من همون بتون رو دادم که مشکل نداره، خیلی هم خوب هستش. اینجا رو دوباره میتونم یک نوع متریال دیگه بدم که به نظرم دوباره هم جنس سقف باشه، مشکل نداره. من این قسمت ها رو چون که گفتم شاید بخوام متریال متفاوتی بدم، توی نرم افزار اسکچاپ رنگ متفاوتی هم دادم، ولی خب الان به نظر من یه جور باشن مناسب تر هستش. خب الان محیط بیرونی تقریبا به همه جا متریال داده شده، میمونه محیط داخلی. این چوبی که به این کف دادم واسه این قسمت هم هستش. بریم اینجا ببینیم کجا رو میشه متریال داد. خب سقف هستش که سقف رو دوباره همون متریال بتون رو میدم. چوب کمد هستش، امتحان میکنیم ببینیم چه چوبی مناسب تر میتونه باشه. اگر این رو به این قسمت بدم، خب انواع چوبا رو میتونیم امتحان کنیم. به این شکل شما راحت توی انواع چیزایی که مورد نظرتون هست رو امتحان کنید و راحت تر بتونید از بینشون یک چیزی رو انتخاب کنید. این لیست رو که بیاین پایین، انواع چیزایی که داشته باشه رو برای شما نشون میده. به نظر من همین میتونه مناسب باشه، مگر اینکه مورد بهتری رو پیدا کنم که خب به نظر من همین مناسب هستش. حالا من میام قتل شکان رو برمیدارم، روی این قسمت کلیک میکنم، این متریال رو به اینجا هم میدم. ببینیم. اشتباها یه متریالی که من میخواستم به این کمد بدم به اینجا هم اضافه شده. ما متریالی که به اینجا داده بودیم و دوباره میزنیم، اتفاقی که افتاده این هستش که من توی اسکچاپ رنگی که به این قسمت دادم با رنگی که به این قسمت دادم یا متریالی که به این دوتا قسمت دادم یکی بوده. واسه همین هم اینجا اگر من متریال این رو عوض کنم، این که متریال کف هم عوض میشه و جفتشون متریالشون یه جور خواهد بود. خب اینو نه کاری میشه کرد نه البته مشکل خاصی هستش، همین جوری هم هیچ ایرادی نداره. اگر شما میخواین مدل دیگه ای متریال به اینجا بدین و اینجا متریال دیگه ای بدین، این رو توی نرم افزاری که باش مدل سازی میکنین باید تغییر بدین. من اینجا هم یه قسمت فلزی هستش که میتونم عوضش کنم توی این قسمت متال، حالا یک نوع فلز دیگه. مورد دیگه که لازمه شما بدونید اینه که همونطور که توی جلسات قبلی گفتم، سرعت حرکت شما توی نرم افزار هم میتونه تغییر کنه. یعنی شما با زدن دکمه یک سرعت حرکت انسان رو توی محیط دارین، با زدن دو حرکت دوچرخه به اصطلاح میشه گفت، با حرکت سه هم حرکت ماشین، یا میتونین بگین حرکت کند معمولی یا حرکت تند، که این بستگی به کاری که میتونین تغییرش بدین. پس یک دو سه میتونه سرعت حرکت ما رو کنترل کنه و همچنین اینکه شما وقتی که دارین، به فرض من الان دکمه دو رو زدم و دارم با یه سرعتی حرکت میکنم، وقتی که من شیفت رو نگه دارم سرعتم بیشتر میشه. میبینید؟ پس با نگه داشتن دکمه شیفت توی هر حالتی سرعت بیشتر میشه. و مورد دیگه ای هم که هستش
لازمه که بدونید در مورد این آیکونی که اینجا قرار داره، که این هم مربوط به جابجا کردن، چرخوندن یا تغییر دادن مقیاس حجمم هستش. الان من این آیکون رو میتونم به این شکل بیارم بالا، حجم میاد بالا، از اینجا بگیرم حجم به سمت راست، سمت چپ جابجا میشه، و حتی اگر روی این صفحه بگیرم به این شکل روی زمین.